Oh shit. سلام برابر، چه خبر؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اگه واسه تو سوال چرا یواش دارم صحبت میکنم، یکی از برابرچ کامنت گذاشته بود سعید خواهشان اول ویدیو استارت میزنی مثل آدم حرف بزنی، انقدر جیغ نکش که باشه. حتما امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی 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 شلوار سنگین کن و خفن که واقعا این ویدیو تا حد بسیار زیادی میتونه شما رو بترسونه. قبل از هر چیز مطمئنم اسلندرمن رو همتون میشناسین و خیلیاتون روش کراش دارین. من خودم شخصا رو اسلندرمن خیلی کراش دارم، کلا رو دو نفر کراش دارم، یکی اسلندرمن یکی پاپی. سایر نهدم بد نیست. و یه نکته خیلی ترسناک که راجع به اسلندرمن هست اینه که ببین، حالا درسته مثلا سایرن هد و SCP و اینجور چیزا میتونن واقعی نباشن، یا بهتر بگم اصلا واقعی نیستن و خیالیان، اما اسلندرمن اگه واقعا یه خورده فکر کنیم، حتی منطقی بهش فکر کنیم، میتونه وجود داشته باشه. مثلا واقعا میگم فکر کن یه آدم روانی قد بلند لاغر که قصدش کشتن بچهای مردمه، بره یه کت و شلوار تنش کنه با یه ماسک سفید، بره تو خیابون بچهای مردمو بدزده و اونا رو بکشه. واقعا چیز منطقیه، یعنی میشه اسلندرمن وجود داشته باشه. خیلی مواظب خودتون باشین برای بچه و همسایه‌هاتون رو تا جایی که میتونین اذیت نکنی. چه ربطی به همسایه داشت؟ و همونطور که میدونید برای بچه، امشب اومدیم با چند تا از وحشتناک‌ترین و ترسناک‌ترین ویدیوهای ضبط شده واقعی از اسلندرمن در زندگی واقعی ماها. حالا نمیدونم بیشترشون راست یا دروغه، اینو نمیدونم. الان ما میریم این فیلم‌ها رو می‌بینیم و می‌بینیم کدوم یکی راسته و کدوم یکی فیکه. آقا در کل حرف اضافی بسته، خیلی خوشحال میکنین همین الان چنل یوتیوب ما سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش رو بزنین و این ویدیو رو لایک کنین و کامنت چیزی داشتین این زیر بنویسید. عشق من این و هستید دخواهی بود. بریم سراغ ویدیو. خیلی خوب باش، من 10 تا ویدیو واسه تون آماده کردم توی این ویدیو و این 10 تا رو لول بندی کردم و این فیلم ها لول به لول ترسناک‌تر میشه و ترسناک‌ترین ها رو گذاشتم آخر ویدیو. پس حتما این فیلم رو تا آخر ببینید. خیلی خوب، اولین فیلم که قراره با هم ببینیم برای باش مربوط میشه به یه شخصی که طبق گفته خودش ساعت 2 شب با ماشین داشته میرفته خونه رفیقش. توی راه که داشته رانندگی میکرده تقریبا نزدیکای بزرگراه اینا بوده که میبینه یه یاروی قد بلند لاغر که کت و شلوار تنشه و یه ماسک سفید رو سرشه، دقیقا این اسلندرمن، اون طرف بزرگراه وایستاده و اونو نگاه میکنه و تکونم نمیخوره. بعد این یارو خیلی تعجب میکنه، میگه این یارو این موقع شب وسط بزرگراه چیکار میکنه یا خدا و اینا. گوشیشو برمیداره و از این اتفاق فیلم میگیره. و این فیلم هم برای بچه بهتون بگم خیلی قدیمیه، یعنی کیفیتش اونقدر اوکی نیست. و بیا این فیلمی که این یارو گرفته رو با هم دیگه ببینیم. خیلی خوب، و اما ویدیو بعدی ویدیویه که ممکنه فیک باشه و حالا منم بهتون بگم تو این ویدیو کاری ندارم کدوم یکی فیکه کدوم یکی واقعیه. من فقط واسه تون نشون میدم و شما قضاوت کنید کدوم یکی واقعیه کدوم یکی الکیه. این ویدیو مربوط میشه به دو تا پسر بچه، البته پسر بچه‌ام نیستن، نوجوانن که داشتن با ترامپولین بود. آره ترامپولین بود، داشتن با ترامپولین واسه خودشون بپر بپر میکردن. بعد تصمیم میگیرن از بپر بپر کردنشون فیلم بگیرن تا ببینن کی از همه بیشتر میپره. یه جور مسابقه گذاشته بودن. بعد یکی از این رفیقاش که داشته فیلم میگرفته از اونی که داشته میپریده، اینجوری زاویه های مختلف بوده. وقتی میاد زاویه وسط و فیلم میگیره، ببینید چه فیلم میگیره. و بله برابرش، این دو تا پسر بچه ادعا میکنن که این فیلمشون کاملا واقعی بوده و هیچ گونه چیز ساختگی نداشت. حالا قضاوت با خودتون، ولی حالا ممکنه مثلا همسایه‌هاشون باشه، ماده باشن کرم بریزن، چه حالی میده اوه. و اما رسیدیم به یه قسمت خیلی وحشتناک. امیدوارم این ویدیویی که الان با هم میبینیم فیک باشه. این ویدیو مربوط میشه به چند تا رفیقی که ظاهرا توی باشگاه بودن و میخواستن از باشگاه خارج بشن. اینا داشتن همینجوری واسه خودشون مسخره بازی میکردن و میخندیدن و اینا، که الان یه تیک از فیلمشو بیایم با هم ببینیم. No, بله، همونطور که دیدین نداشتن واسه خودشون مسخره بازی میکردن و میخندیدن و اینا. بعد یکی از این رفیقاشون که سنش از همه کمتر بوده تصمیم میگیره از باشگاه خارج بشه و خودش تنهایی بره خونش. وقتی در رو باز میکنه و از باشگاه خارج میشه، ببینید چه اتفاقی واسش میفته.
No, you can't. One. See this, you see? You hear this? Two. Three. You say he ain't gonna pick you up. Four. No way. What? What the f- is he? Where are you doing? اوه اوه او. این از همون فیلم هاست برای بچه که میگم ممکن اسلندرمن واقعی باشه، یعنی یه آدم روانی بیاد لباس اسلندرمن تنش کنه برای بچه های مردم رو بکشه. این دقیقا این همون حرفیه که اون موقع زدم، یعنی این ویدیو که الان میبینیم دقیقا همون هاست. این ویدیو مربوط میشه به یه دوربین مداربسته‌ای که توی یکی از خونه ها نصب شده بوده، یعنی دم در یکی از خونه ها نصب شده بوده. بعد صاحب خونه ادعا میکرده که شب ساعت های 2 شب 3 شب اینا صدای جیغ و درخواست کمک و اینجور چیزا میومده، ولی این یارو بیخیال میشه و میخوابه. فردا صبحش که بلند میشه و دوربینای خونه شو چک میکنه تا ببینه آره این صدای چی بوده، داره شاید مثلا همسایه‌ها دعوا کرده باشن یا فلان و فلان و اینا، و ببینید چه ویدئویی این دوربینا ضبط کرده. و اما ویدئوی بعدی مربوط میشه به یه شخصی که توی خونهش تنها بوده. الان کیا تو خونهشون تنها؟ بچه اگه واسه تو سواله، حالا ببخشید یکم از مطلب دور شدم، اگه چرا چشام اینقدر پر اشکه، حالا نمیدونم معلوم میشه یا نه، من نمیدونم چرا همش ناخودآگاه وسط ویدیو خمیازم میگیره. یعنی الان من مثلا فکر کن ویدیوم 20 دقیقه طول میکشه رکوردش، فکر کنم اولش 100 بار 200 بار خمیازه میکشم، نمیدونم چرا، تیک عصبی چیزی خدا میدونه. و حالا بیخیال، آره داشتم میگفتم این یارو تو خونش تنها بوده و همینجور داشته واسه خودش بازی میکرده و اینا و میخواسته بره توی اتاقش بخوابه. وقتی میره توی اتاقش تا بخوابه، میره که آره مثلا چه میدونم پنجره اتاقو ببنده و اینا. وقتی نزدیک پنجره میشه و بیرون رو نگاه میکنه، و اینم بهتون بگم خونه این یارو نزدیک کوه بوده، یعنی جای پر از درخت و نزدیک های جنگل و اینجور جا بوده. بعد این یارو وقتی از پنجره به بیرون نگاه میکنه، میبینه یه یاروی دقیقاً قد بلند لاغر که کت و شلوار تنش و حالا ماسک سرش یا نک دیده نمیشه، اون پایین وایستاده و داره به یه جای خیره میشه. خیلی واقعا عجیبه که ببین الان با هم ببینیم. بعد اینکه این یارو اون اسلندرمن اون پایین میبینه، میره اتاقشو عوض میکنه، یعنی میره توی اتاق دیگه تا از یه زاویه دیگه از اون یارو فیلم بگیره. وقتی میره وارد اون اتاق میشه، میبینه اون یارو اومده جای پنجره همون اتاق و دوباره با همون استایل قبلی اونجا وایستاده. و اما ویدئوی بعدی یه ویدئویه که مربوط میشه به یه پسر بچه‌ای که ادعا میکنه داشته میرفته خونه رفیقش و همونجور دوربین رو دستش گرفته و داشته فیلم میگرفته و اینا. به گفته خودش یه دوربین جدید خریده و میخواسته تستش کنه، حالا خدا میدونه راست میگه یا دروغ میگه. بعد این پسر بچه داشته همونجور راه میرفته که یهو ببینین چی ضبط میکنه. خیلی خب، ببینید این ویدیو 3 احتمال داره یا 2 تا. یک، خب اینکه این ویدیو واقعی بوده، برای اون یارو اسلندرمنه امکان داره همسایه های این بچه باشن و خواسته باشن کرم بریزن. احتمال دوم اینه که این ویدیو فیکه و این ریاکشنی که این پسر نشون داد واقعا اسکار داره. بیا این اسکار تقدیم. این ویدیو مربوط میشه به یه شخصی که به ادعای خودش میگه که داشته میرفته خرید. وقتی از خونه خارج میشه و میره خریدشو انجام میده و برمیگرده، میبینه که در خونهش بازه. بعد خیلی تعجب میکنه و 2 تا احتمال در نظر میگیره. یا اینکه یادش رفته بوده در رو ببنده و در باز مونده، یا یکی اومده تو، یعنی در مثلا پیش بوده یکی در باز کرده اومده رفته تو خونه. بعد این یارو وقتی که میترسه تصمیم میگیره دوربین گوشیشو فعال کنه و بره توی اتاقا رو بگرده ببینه آیا کسی تو خونه هست یا نه، که یه مدرک چیزی داشته باشه به کسی نشون بده. و ببینین این یارو وقتی توی اتاقا در حال گشتن بوده چی ضبط میکنه. یه
این ویدیو مربوط میشه به چند تا پسر نوجوان که تصمیم میگیرن توی خونه یا بهتر بگم یه کلبه چوبی نزدیک کوه که یه کلبه مخروبه یا متروکه بوده تصمیم میگیرن برن توی اون کلبه و ولاگ ضبط کنن. وقتی اینا وارد اون کلبه میشن میرن یه دوری میزنن که الان یه تیکه از ولاگشون رو بیا من ببینیم. بله همونطور که دیدین توی کلبه در حال گشت و گذار بودن و وقتی میبینن هیچ گیرشون نمیاد و هیچ اتفاقی نمیفته تصمیم میگیرن از اون کلبه خارج بشن. وقتی در حال خارج شدن از کلبه بودن میبینن یه زیرزمینی اون پایینه که اون زیرزمین رو قبلا ندیده بودن یا بهتر بگم اونجا نرفته بودن. بعد اینا تصمیم میگیرن با دوربین وارد اون زیرزمینه بشن ببینن آیا مثلا چیزی اونجا هست که نظرشون رو به خودش جلب کنه یا نه، که بیان ما هم ببینیم وقتی اینا وارد زیرزمین میشن چه اتفاقی میفته. و اما ویدیو بعدی ویدیویی که توسط دوربینای مداربسته توی خونه ضبط شده، اما این یکی توی حیاته، یعنی دوربینای مداربسته توی حیاته یه خونه. ببینید چی ضبط شده. و اما ویدیو بعدی هم ویدیویی که توسط یه انسانی که در حال ولاگ ضبط کردن بوده گرفته شده. و خیلی خوب باش، الان با هم چند تا از ترسناک‌ترین فیلم‌هایی که توسط مردم از اسلندرمن واقعی در زندگی واقعی گرفته شده رو با هم دیگه تماشا کردیم. و خیلی خوب در کل مرسی که ویدیو رو تماشا کردین، عشق منین، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. اگه می‌خواید ویدیو این مدلی واسهتون بیشتر بذارم حتما کامنت‌ها رو بترکونید، هر چقدر دوست داشتین کامنت بذارین. عشق منین، لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه تا فیلم‌های بعد. خدا نگهدار.